کوچه ها و باشندگان دای اجرستان سه باشندگی میرامور دایکوندی را اختطاف کرده است از سوی کوچه ها به کمک امارت زمین های قریه زردرگی میرامور را غصب کرده و آنان را میگویند باید کوچ کنند سلام بر شما امروز 25 جولای و برابر با سوم اصد است باشندگان ولسوالی میرامور ولایت دایکندی در گفتگو با سنترال افغانستان میگن که سه باشنده قریه تکتوی نیک 400 خانه توسط کوچه ها و پشتون های دایی اجرستان اختتاب شده است. و قول منابع این افراد زمان اختطاف شدند که برای معامله خرید و فروش موتر با یکی از پشتون های مناطق دایی ولسوالی اجرستان به ساحه بنام خشکنو از مربوطات میرامور رفته بودند. منابع مدعی هستند که این سه باشنده میرامور توسط کوچه های مسلح و افراد مربوط به حاج نادر از پشتون های دایی اجرستان اختتاب شدند. از افراد اختتاب شده به نام های ظاهر ولد غلام حسین، نور محمد ولد ایسا، میرافغان ولد جعفر یاد شده است. به گفته منابع مردمی، این سه تن افراد ملکی و غریبکار بوده و از بزرگان و متنفذین قریه تکتوی نیاکی چهار خانه هستند. مردم محل با مسئولان گروه تا در بلسپالی های اجرستان و میرامور نیز صحبت کردند. ولی آنان از اختطاف این سیتن اظهار بخبری کرده و کدام اقدامی در این مورد نداشتند. منابع مدعی هستند برخی کوچی ها که به تازگی به خشک آمدند آمدن و خیمه زدن در گفتگو با برخی باشندگان محل گفتند که آنان این سیتن را برای انتقام بازداشت کردند. زیرا چهار سال قبل یک چوپانشان در بین کوههای میرامور و اجرستان کشته شده بود. منابع اما مدعی هستند چوپان کوچی شاید خود افتاده و مرده و شاید پشتونهای اجرستان کشته باشد و شاید کوچی های خودشان کشته باشد و حتی شاید چون کوچی وجود نداشته و یک بهانه برای اذیت و آزار و باجگیری از مردم محل باشد. منابع میگن حتی اگر چون فردی وجود داشته و کشته شده باشد هم هیچ ربطی به هزاره ها و مردم میرامور نداشته و ندارد. منابع میگن با وجودی که کوچه ها هیچ سندی در این مورد ارائه نکردند اما چهار سال قبل یک مرد هزاره را به اسم سهراب ولایت عطاجان در کوتل سنگسار به قتل رسان بار دیگر به با کمک پشتونهای دایی اجرستان نیز ماین در منطقه نیک چهار خانه جابجا کردند که باعث شد در اثر انفجار آن یک تن هر دو پایش را از دست دهد و معلول شود. از سوی هم بر اثر درگیریها ها و حملات کوچی ها و پشتونهای دایه تعدادی از خانم هایی که حامله بودند طفل هایشان سیخت شده بود. منابع مردمی همچنان مدعی هستند که در رأس همچو برنامه ها تنها کوچه ها نیست بلکه حاج نادر از کلان های مردم پشتون اجرستان نیز شامل است و هر آزگاه به دلیل ارتباط تنگاتنگ با کوچه ها باعث خلق مشکلات به باشندگان هزاره در میرامور می شود. در همین حال منابع مدعی هستند که کوچه ها با کمک گرخیتا زمین های مردم هزاره و سادات را در قریه بنام زردرگی در بلسفال میرامور ولایت دایکندی غصب کرده و باشندگان محل را کوچ اجباری دادند منبع میگوید یک منطقه به نام زردرگی از مربوطات ولسوالی میراموری منطقه نیک و نهال که در حدود دو هزار خانواده از کوههای آن علف هیزون و للمی میکارید و جمع میکرد که زمین عینی و شرعی مردم هزار است از پدر و پدرکران هم برایشان در آنجا و میراث ماندن بعدیان که گروه تا در افغانستان حاکم شدن کوچه ها ادعای مالکیت زمین های مردم را کرد و نماینده های مردم هرچند که چندین ماه در ولسوالی های میرامور ولایت دایکندی و در مرکز دایکندی و در ولسوالی اجرستان و در غزنی و در کابل در محاکم زیرسلای گروه تا رجوع کردند و در آخر هم ما محکمه گروه تا بدون هیچ سند رای را به نفع کوچه ها صادر کرد و به باشندگان محل دستور کوچه اجباری داده است کوچه ها سه روز قبل به مردم هزاره گفتند زمین های اینجا را یا اجاره بکنید یا بخرید و یا هم کوچ کنید زیرا اینجا میل جای ماست شهروندان میرامور ما میگوید ما از آنجا سند داریم و سالهاست که در آنجا زندگی کردیم اما کوچه ها به زور گروه ها و واسطه بازی زمین های آنان را تصاحب میکنند